به نام خدا بند مسعودی صبحانزاده هستم با عنوان آمادگی مصاحبه آزمون دکترا در خدمت شما عزیزان هستم آموزشی که در خدمتتون هستیم مربوط به داوطلبانی هست که علاق من به ادامه تحصیل در دوره دکترا هستند و با توجه به اینکه در دوره دکترا با سیل عظیمی از داوطلبی مواجه هستیم به همین خاطر سازمانی به اسم سازمان سنجش وجود داره که هر ساله آزمونی رو برگزار میکنه و بر اساس نمرهی که داوطلبین کسب کردن اونا رو به دانشگاه هایی که مجاز هستن معرفی میکنه در اونجا یه مصاحبه ازشون به عمل میاد و نتایج نهایی توسط سازمان سنجش اعلام میشه خب در این زمینه برخی از داوطلبین یه سری اپامات کلی دارن و یه سری از تصورات غلط دارن که امیدواریم در این مجموعه آموزشی که در خدمتتون هستیم اون تصورات غلط رو برطرف بکنیم و اطلاعاتی رو به شما عزیزان بدیم که بتونه شما رو در موفقیت هرچه بیشتر در آزمون دکترا که در مجموع هم یک آزمون علمی هست و هم یک بخش مصاحبه هست در مجموع که انشالله نتیجه مناسبی رو بگیریم و به اون حقی که داریم برسیم و حقتون زایه نشه خب در مورد این آموزش این رو خدمتتون ارز کنم که در چهار پس سازماندهی شده پس اولش مربوط به امتیازدهی به سوابق آموزشی هست فصل دومش به سوابق پژوهشی و اینکه چطور سوابق پژوهشی داوطلبین امتیازدهی میشه در فصل سوم به سوالات رایجی که اساتید مصاحبه کننده از داوطلبین میپرسند اشاره میکنیم در فصل چهارم هم سوالات رایجی که خود داوطلبین دارن رو سعی میکنیم پوشش بدیم و یه نکته هم خدمتتون ارز کنم و اونم این که در عنوان آموزشی که در خدمتتون هستیم ما سعی میکنیم که اون تجربیاتی که داوطلبین گذشته داشتن و پیگیری هایی که انجام دادیم از اساتیدی که مصاحبه کردیم باشون از دانشجویانی که باشون مصاحبه کردیم اونایی که قبول شدن چه پارامترهایی رو داشتن و اونایی که قبول نشدن چه عواملی باعث شده که قبول نشن اینا رو سعی میکنیم که تحت پوشش قرار بدیم خب در فصل اول ما به سوابق آموزشی اشاره میکنیم بعد اینکه سازمان سنجش کنکورش رو برگزار میکنه بعد از یک مدتی نتایج اولیه رو به صورت نمره خام اعلام میکنه. خب برای هر داوطلب یک نمره محاسبه میشه و این نمره محاسبه شده به عنوان معیاری هست که مشخص میشه که به کدوم یک از دانشگاه ها میتونه مراجعه کنه تا ازش ارزیابی بیشتری انجام بشه. به اضافه این که اونجا رتبه علمی داوطلب رو هم بر اساس آزمون انجام شده مشخص میکنن. بعد اینکه داوطلب نمره لازم یک دانشگاه رو کسب کرد به اون دانشگاه مراجعه میکنه دانشگاه بر اساس سوابق آموزشی سوابق پژوهشی و همچنین سوالاتی که از داوطلبین میپرسن و نظریه اون افرادی که میخوان دانش رو بگیرن رو دریافت میکنه یه امتیازی رو محاسبه میکنه و به سازمان سنجش اعلام میکنه سازمان سنجش هم بر اساس نمره علمی داوطلب و بر اساس نمره که تو مصاحبه بهش دادن یه جنبندی کلی رو انجام میده و مشخص میکنه که چه کسانی در کدوم یک از رشته محل ها قبول شدن و چه کسانی قبول نشدن خب این حالت کلی است که ما میدونیم و تا انجام سازمان سنجش معمولا این کار رو به صورت آزمون و خطا برگزار کرده در دوره اول که مثلا آزمون دکترا رو برگزار کردن یک قدم خیلی خوبی بود که برداشته شد اما آزمونی که بود صرفا مربوط به مسائل ریاضی بودند و میدیدید که یک فردی با توانایی حل بالای مسائل ریاضی میتونست که تو رشته های عجیب و غریبی پذیرفته بشه در سالهای بعدش اومدن این رو تخصصی ترش کردن و طوری کردنش که هر کسی در تخصص خودش شرکت بکنه و سوالاتی هم که تشریح می شد بر اساس تخصصی بود که اون فرد داشت بعد رفته رفته وضعیت بهتر شد اما در هر بار هم که آزمون رو برگزار میکردن وزن مصاحبه و وزن آزمون رو متفاوت تر می کردن مثلا یک زمانی وزن آزمون 30 درصد بود وزن مصاحبه 70 درصد بعد 50 پنجاه پنجاهش کردن بعد یک زمانی گفتن که وزن مصاحبه 100 درصد هست و وزن آزمون صفر هست و خود دانشگاه مشخص کنه که چه کسی رو به عنوان دانشجوی دکترا انتخاب میکنه بعد دوباره رواد رو برگردوندن و همینطور حالت try and error دارن جلو میرن ولی ظاهرا به یک صباتی انشالله که داره میرسه در یکی از بخش های مربوط به مصاحبه میان سوابق آموزشی داوطلب رو مورد بررسی قرار میدن منظور از سوابق آموزشی این هست که داوطلب در چه دانشگاه هایی درس خونده چه معدل هایی رو گرفته چه درس هایی رو گرفته در چند ترمینا رو پاس کرده توانایی مطالعش و اینکه چقدر میتونه با منابع انگلیسی آشنایی داشته باشه و اونا رو تجزیه تحلیل بکنه یه همچین چیزهایی مد نظر هست پس اولین چیزی که در مصاحبه دکترا و در قسمت سوابق آموزشی بسیار مهم هست این هست که یک فرد در چه دانشگاهی درس خونده خب دانشگاه های ما به 6 دسته تقسیم میشن خب یکیش که دانشگاه های سطح یک کشور هست یعنی اون دانشگاه هایی که از نظر علمی به نسبت دانشگاه های دیگه سرتر هستند. خب یکیش اینها هستند که البته این رو هم یک سری میارهایی دارن که بر اساس اون میارها مشخصش کردن بعد اومدن در سطح دو یک سری از دانشگاه های دیگر رو قرار دادن در سطح سه چهار دانشگاه های آزاد و پیام نور و سایر دانشگاه ها. تو مصاحبه آزمون دکترا اینکه یک داوطلبی در چه دانشگاهی تحصیل کرده بسیار بسیار براشون مهم هست اون اساتید مصاحبه کننده و نگرششون این هست که اون فردی که از دانشگاه های سطح یک فارغ و تحصیل شده یه سری توانایی ها داره که دانشجویان دیگه ندارن خب این جمله ای که عرض کردم از یک جهت صحیح به نظر میرسه از یه جهت دیگه هم صحیح به نظر نمیرسه خب اشاره خواهم کرد که چرا صحیح هست و چرا صحیح نیست ولی خب حالا بگیم که چه دانشگاههایی هایی دانشگاه های سطح یک تلقی میشن و چه دانشگاه هایی در سطوح بعدی قرار میگیرن خب دانشگاه هم دو طبقه هستن یکی دانشگاه های سنتی هست و یکی هم دانشگاه های مادر هستن خب این دانشگاه هایی که خدمتتون ارز میکنم دانشگاه های سطح یک کشور هستن دانشگاه اسفهام، دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد و صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، کبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی و علم و سنت ایران. اینا دانشگاه های سطح یک کشور هستند که البته در بین این دانشگاه های سطح یک برای اون اساتید مصاحبه کننده دوباره این مهم هست که در کدوم یک از اینا خوندن مثلا داوطلبی که تو دانشگاه های شریف یا دانشگاه تهران خوندن شانس به مراتب بیشتری به نسبت دانشجویان دانشگاه های دیگه دارن ولی این به این معنی نیست که حتما اونا پذیرفته میشن در آزمون مصاحبه یه سری میار های هم مد نظر گرار میگیره که بر اساس اونا سنجش داوطلبین انجام میشه اما برگردیم به اون بحث اولمون که بنده عرض کردم که برای اساتید دانشگاه این مهم هست که یک دانشجوی و یک داوطلب در کدوم یک از دانشگاه های کشور تحصیل کرده و این دانشگاه در چه سطحی هست و اینکه فردی که تو این دانشگاه ها تحصیل کردن توانایی بیشتری به نسبت دانشجویان دیگه دارن خب این بررسی که ما انجام دادیم این طوری هست که این حرف تا حدی حد درست هست و تا حدی حد میتونه درست نباشه ما نمونه های خیلی زیادی رو داریم که فردی مثلا تو دانشگاه های آزاد یا پیام نور خونده اونجا تحصیل کرده و توانایی های بسیار بیشتری به حتی اون فردی که در دانشگاه های سطح یک کشور تحصیل کرده داره ولی این خودش یک معیاری هست که یک فردی در کجا تحصیل کرده حتی تحصیلات تکمیل دانشکدهها ها هم یک ابلاغیه ها و یک بخشنامه های داخلی دارن که این رو تصریح میکنن که اولویت انتخابمون با کسانی باشه که تو دانشگاه های سطح یک کشور تحصیل کردن و حتی بعضی از دانشگاه ها میگن که دانشجویان خودمون به اضافه دانشجویان دانشگاه ایکس مثلا این طبقه بندی که ما اینجا بر اساس رتبه بندی ارائه شده توسط وزارت علوم خدمتتون ارائه دادیم طبقه بندی هست که هر چقدر در سطوح بالاترش قرار بگیرین شانس قبولی شما بیشتر هست یعنی شما اگر تو دانشگاه های سطح یک تحصیل کردین شانستون به نسبت اونی که تو دانشگاه های سطح دو تحصیل کرده بیشتر هست و الاخر اونی که مثلا تو دانشگاه های سطح چهار تحصیل کرده شانسش به نسبت اونی که در دانشگاه های آزاد یا پیام نور تحصیل کردن بیشتر است و یا حتی اونی که تو دانشگاه آزاد تحصیل کرده شانسش به نسبت اونی که تو دانشگاه مثلا علمی کاربردی تحصیل کرده بیشتر است خب معمولاً این که یک فردی در کجا تحصیل کرده خودش یک امتیازی است و بر حسب اون سطحی هست که مشخص میشه حالا اینکه چه امتیازی میدن یک قانون واقعاً نانوشته هست به این معنی نیست که بر اساس اینکه مثلا کسی تو دانشگاه سطح یک تحصیل کرده بهش نمره 5 رو بدن بعد اونی که تو سطح دو تحصیل کرده بهش 4 و 25 بدن خب اینطوری نیست دانشگاه های مختلف خودشون شورای تحصیلات تکمیلی رو تشکیل میدن و اونجا مشخص میکنن که به محل تحصیل یک داوطلب چه نمره ای رو تخصیص بدن خب این خودش یک چالشی هست مطلب بعدی که خدمتتون ارز میکنم این هست که هر یک از این بخش هایی که وجود دارن یک نمره مشخصی دارن معمولا به این ترتیب است ولی دوباره تاکید میکنم که یک قانون نوشته شده ای نیست یکی سوابق آموزشی هست که به این معمولا سی نمره تخصیص میدم و گفتیم خود سوابق آموزشی یکی این هست که یک فردی در کجا تحصیل کرده معدلش چند بوده در چند ترم تموم کرده آزمون زبان داره و بعضا سوابق تدریس رو هم داخلش میکنن به این میگن سوابق آموزشی و معمولا سین نمره از صد نمره مصاحبه رو بهش اختصاص میدن سوابگ پژوهشی معمولا چهل درصد رو به خودش اختصاص میده یعنی چهل نمره داره و سوالات اساسی مصاحبه کننده اونا مثل سوابق آموزشی سین نمره دارن در رابطه با اینکه یک فردی در کجا تحصیل کرده خب نمره ای که میدن معمولا از پنج هست دوباره عرض می کنم که قانون ثابتی واسه همه دانشگاه ها نیست ولی هر دانشگاه هم مشخص می کنه که به چه ترتیبی نمره دهی داوطلبین رو انجام میده که معمولا به اونی که تو دانشگاه های آزاد و پیام نور خونده نمره یک رو میدن از پنج نمره و برای سایر دانشگاه ها معمولا 75 صدم رو میدن و اونایی که تو دانشگاه های سطح یک هستن هم معمولا 5 رو میدن از سی نمره مربوط به سوابق آموزشی خب علاوه بر اینکه یک فردی در کجا تحصیل کرده طول دوره تحصیل و اینکه معدلش هم چقدر بوده برای اون اساتید مهم هستن ولی خب چندان مهم نیست اهمیتش به اندازه این که یک پری در کجا تحصیل کرده نیست ولی باز مهم هست و اینکه معددش چقدره خب مهم هست طول تحصیل دوره کارشناسی که 8 ترم هست و دوره کارشناسی ارشد هم 4 ترم هست فردی که دوره کارشناسی رو در 7 ترم و کمتر تموم میکنه از یک بهش یک میدن اونی که دوره کارشناسی رو در هشت تم تموم میکنه بهش نمره 8 هم رو از یک میدن و اونی که در نه تم و یا بیشتر تموم میکنه دروسش رو بهش نمره نیم میدن از یک خب البته بعض دانشگاه ها به طول دوره تحصیل امتیاز کلا نیم رو در نظر میگیرن و امتیاز بیشتری رو در نظر نمیگیرن خب در مورد طول تحصیل دوره کارشناسی ارشد هم به همین ترتیب هست اونی که در سه ترم تموم میکنه امتیاز یک رو میگیره اونی که در چهار ترم تموم میکنه امتیاز 8 رو میگیره و اونی که در پنج ترم تموم میکنه امتیاز نیم رو میگیره و اونی که رفته مثلا ترم 6 دیگه بهش امتیاز تعلق نمیگیره یا اونی که تو دوره کارشناسی رسیده ترم دهم ده معمولا از این یک نمره که هست محروم میشه این از این قسمت اما در مورد امتیازدهی به معدل ها به این ترتیب عمل می بر اساس رابطه ای که ما در اینجا مشخص کردیم خب این رابطه ای که ما در اینجا نوشتیم مشخص می کنه که معدل یک فرد چه امتیازی رو می گیره در این رابطه یکی پارامتر A رو داریم این پارامتر A ای به این معنی هست که شما در چه دانشگاهی تحصیل کردیم که سطح اون دانشگاه چی است پس سطح دانشگاه محل تحصیل هست که در اینجا بنده نوشته پس پارامتر A مربوط هست به سطح دانشگاه تحصیل خب اونایی که تو دانشگاه های سطح یک خوندن پارامتر A واسه شون دو هست اونی که تو دانشگاه سطح دو خونده پارامتر a با 1 و 7 هم هست. اونی که تو دانشگاه سطح 3 خونده پارامتر a واسش سش 1 و 3 هست. اونی که تو سطح چهارم خونده پارامتر a با سش 1 و 1 هست و اونی که تو سایر دانشگاه ها خونده پارامتر a با 1 هست. خب فرض کنید که ما دو تا فرد داریم یکی از دانشگاه سطح 1 یک و یکی هم از دانشگاه سطح 2 من این افراد رو با پی یک و پی دون نمایش میدم. پس این از دانشگاه سطح یک هست و فرد دو از دانشگاه سطح دو هست حالا فرض کنید که معدل هر دوتا تا اینها هم یکی بوده مثلا این فرد P1 که سطح یک خونده 15 شده معدلش اونی هم که سطح دو خونده 15 شده حالا فرض میکنیم که هر دوتا هشت هم تمومش کردم خب ببینیم اونی که تو دانشگاه سطح یک خونده چه نمره ای رو میگیره برای معدلش و اونی که تو دانشگاه سطح دو خونده چه نمره ای رو میگیره ما گفتیم که واسه اون فرد که تو دانشگاه سطح یک درس خونده پارامتر A مقدارش دو هست و واسه اونی که تو دانشگاه سطح دو درس خونده پارامتر A مقدارش یک و هفته هم هست خب در این فرمول جاگذاری کنیم واسه P1 که اینطوری میشه میشه دو دوم به اضافه دو هشتم در پونوزده منهای شانوزده اینجا میشه منفی یک واسه فرد پی دو هم حسابش کنیم که میشه یک و هفت دوم به اضافه یک و هفت هشتم در پانوزده منهای شانوزده که میشه منهای یک. خب اگر این رو محاسبه کنیم دو دوم که میشه یک و دو هشتم هم که میشه یک چهارم البته خب اینجا چون منفی شد معمولا این رو هم حساب نمی کنن و این شونوزده هم که اینجا هست مربوط به دانشجویان فنی نیست با سه رشته به رشته یه فرمول جداغانه ای دارن مثلا اونی که تو فنی خونده این پارامترش به جا شانوزده چهارده هست حالا ما این رو هم از چهارده حساب کنیم که اینجا بشه دو اینجا هم بشه دو اگر واسه فرد اول حساب کنیم معدلش یک به اضافه یک چهارم ضرب در دو میشه یک و نیم دو دوم به اضافه 2 دو هشتم زب در دو میشه یک و نیم واسه فرد دوم که یک و 7 هست خب یک و هفت تقسیم بر دو که میشه هشتاد و پنج صدوم به اضافه این که هشتاد و پنج رو هم باید زب در دو بکنیم تقسیم بر 8 که اگر مثلا این جمع و تفریق رو انجام بدیم این قسمتش میشه 21 صدم 21 صدم به اضافه اون 85 صدمی که داشتیم میشه 1 و تقریبا 06 که اینجا هم دیگه معمولا حالا بنده خودم دیدن که این 06 رو در نظر نمیگیرن همین رو یک در نظر میگیرن و اون یکی رو یک و نیم در نظر میگیرن پس میبینید که اون فردی که تو دانشگاه سطح یک خونده به نسبت اون فردی که تو دانشگاه سطح دو که دانشگاه های نزدیکی هم هستن واقعا نسبت به یک دیگر و اگر ما به اون دانشگاه های سطح دو نگاه کنیم بلفرز اینا هستن دانشگاه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صنعتی بابو صنعتی سهند تبریز دانشگاه هنر تبریز و دانشگاه ارومیه الزهرا بو علی سینای حمدان دانشگاه بیرجن دانشگاه خارزمی دانشگاه زنجان شهید چمران احواز با هنر کرمان دانشگاه کاشان دانشگاه گیلان دانشگاه یزد دانشگاه سیستان و بلوچستان خب میبینید که این دانشگاه ها به نسبت مثلا دانشگاهی مثل دانشگاه خارج نسیر دین توسی بسیار نزدیک هستن و حتی بعضی هاشون رو از اون تصور ما این هست که بیشتر هست سطحش یا اهمیتش ولی میبینید که یه همچین حالتی وقتی که پیش میاد چه اتفاقی رخ میده حتی برخی از دانشگاه ها از این فرمولی که اینجا هست تبعیت نمی واسه خودشون یک فرمول جداگانه ای دارند مثلا این اینطوری هست که اون فردی که تو دانشگاه سطح یک خونده معدلش به یک و دو دهم ده ضرب میشه ولی اونی که تو سطح پایین تر هست مثلا تو یک و یک دهم ده ضرب میشه و اونی که تو دانشگاه آزا پیام نور یا علمی کاربردی خونده همون معدلی که کسب کرده حساب میشه به این ترتیب امتیازدهی طول دوره تحصیل و معدل رو انجام میده قسمت سوم که امتیاز آموزشی رو حسابش میکنن مربوط هست به آزمون زبان خب گفتیم که تو آزمون زبان واسه اساتید مصاحبه کننده هدف این هست که مشخص بشه که این فرد چه توانایی هایی در رابطه با زبان انگلیسی داره و آیا میتونه اون متون انگلیسی رو تجزیه تحلیل بکنه خب میتونیم که کار دانشجوی دکترا پژوهش هست و پژوهش های معتبری هم که هست بین المللی و به زبان انگلیسی هست به همین خاطر آزمون زبان یکی از فاکتورهای مهم واسه اساتید مصاحبه کننده هست اون آزمون هایی که قبولش میکنن یکیش MSRT هست که توسط وزارت علوم برگزار میشه یکیش IELTS هست یکیش تافل هست که تافل رو هم که خودتون میدونین حتما یکیش پیپر بیس هست یکیش کامپیوتر بیس هست یکی اینترنت بیس هست تقریبا سه نوع ازش آزمون وجود داره آزمون تولیمو هست که این رو هم سازمان سنجش برگزار میکنه ولی آیلس و تافل به صورت بینون هستن علاوه بر این طبقه بندی که اینجا مشاهده می کنیم برخی از دانشگاه ها هم خودشون آزمون زبان رو برگزار می به عنوان مثال دانشگاه تهران آزمونی تحت عنوان یوتپت رو که اینجا هم بنده بنویسم یوتپت رو برگزار می کنه که در سطح آزمون MSRT هست و نمره دهیش هم بر اساس این هست و اکثر دانشگاه ها هم قبولشون دارن خب برای اون داوطلبی که میخواد تو داخل ایران ادامه تحصیل بده MSRT و تولیمو و یوتف گزینه های مناسبی هستن خب علتش هم یکیش بحث هزینه هاش هست معمولا MSRT هزینه در حدود 150 هزار تومن داره تولیمو هزینه در حدود 70 هزار تومن داره یوتفت هزینه در حدود اونم 150 هزار تومن داره که البته این مبالغی هم که عرض کردم اون چیزی هست که تو خاطر مونده بود ولی مبالغ دقیقش رو نمیدونم میتونید با مراجعه به سایتی که دارن از هزینه آزمونشون هم مطلع بشید خب یکی از تصوراتی که داوطلبین دارن این هست که خب من اگر تو آزمون زبان شرکت کنم و به عنوان مثال تو MSRT که قبلا با عنوان MCH شناخته می شد اون نمره قبولیش که پنجا هست رو بگیرم نمره بخش زبان مصاحبه رو گرفتم خب باید خدمتون ارز کنم که یک همچین چیزی صحت نداره و حالا چون اکثر داوطلبین آزمون MSRT رو یا آزمون یوتیپ رو شرکت می کنن من بازه امتیازدهی به اینا رو خدمتتون ارز کنم که به چه ترتیبی هست خب اگر فردی در آزمون ام یا دانشگاه تهران نمره بین 50 تا 59 رو بگیره از پنج نمره زبان بهش یکونیم میدم دوباره عرض میکنه ما این یک قانون نوشته شده ای نیست بعضی از دانشگاه ها میان از دونیم میگیرن بعضی از دانشگاه ها میان از پنج میگیرن یا بعضی هاشون از هفت میگیرن ولی معمولا حالا اونا که از دونیم میگیرند اگر پردید در آزمون زبان MSRT رنج نمره دهی آزمون های زبان هم متفاوته مثلا آیت بین 3 تا 9 هست بعد تافل بلفرز اون بازی که نمره میگیره از 425 هست تا 680 و ایلا آخر تونی هم مثل این هست از 425 تا 680 یک نمره ای رو بهش تخصیص میدن و حالا اگر ما فرض کنیم که مدرک زبان کلن دو نیم هست معمولا اونی که نمره بین 50 تا 59 رو گرفته بهش نمره 1.5 تعلق میگیره به داوطلبی که نمره 60 تا 64 رو گرفته نمره یک و دهم ده رو میدن به داوطلب که 65 تا 69 رو گرفته معمولاً یک و 75 صدوم رو میدم. به 70 تا 74 نمره یک و نه رو میدن به 75 الا 79 از دو نیم نمره دو سف پنج صدم رو میدن به داوطلبی که 80 تا 84 گرفته بهش نمره دو دهم از دو نیم رو میدن و 85 و تا 89 نم. نمره دو سی و پنج و 90 تا 100 بهش نمره کامل دو نیم رو میدم خب به این ترتیب عمل میکنم و نمره دهی رو انجام میدم حالا من آزمون MSRT یا MCHE رو مثال زدم به این خاطر که اکثر داوطلبین تو این آزمون ها شرکت میکنن شما خودتون میتونین رنج رو تبدیل کنین و رنج آزمون زبانتون رو که به عنوان مثال گفتیم که در تولیمو 425 تا 680 رو معمولا نمره دهی می‌کنه مثلا 425 رو 50 فرض کنیم اون 680 رو هم 100 فرض کنیم یه تناسبی بینشون بگیریم ببینیم که در کدوم یک از بازه ها میفته و بهتون در واقعیت چه نمره ای تعلق میگیره حالا اینجا یک بحث دیگه هم هست بعضا مشاهده شده که داوطلبی نمره زبان داشته بلفرز تو آزمون MSRT نمره 83 رو گرفته که اصولا باید بهش میدادن دو, دو دهم ده به آزمون زبانش نمره صفر دادن تو مصاحبه اینجا دوباره این نکته خیلی مهم رو یادآور میشم خب این چیزهایی که اینجا هست اون روال هایی هست که انتظار میره تو مصاحبه بهشون عمل بشه اما واقعیت به این ترتیب نیست ممکن هست استادی بگه که خب این فردی که مدرک زبان داره من حس میکنم که خودش در آزمون زبان شرکت نکرده خب بسیار بعید هست تا یک همچین اتفاقی بیفته ولی خب مشاهده شده واقعا به اون فردی که علاقه ای نداشتن انتخابش کنم با اینکه مدرک زبان هم داشته ولی نمره صفر دادن به مدرک زبانش و همیشه هم معمولا دست اساتید باز هست به این علت که قوانین هر گروه هم حتی از گروه بلفرز میگم کشاورزی به گروه کامپیوتر متفاوت هست